بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات این هفته و در ادامه روند صعودی خود رشد داشت. شاخص کل تالار شیشه‌ای در پایان معاملات این هفته وارد کانال 1,400,000 واحدی شد و با 90,000 واحد افزایش به 1,406,000 واحد رسید. این شاخص هفته قبل 1,316,000 واحد را نشون می‌داد. اما شاخص هموزن که هفته قبل روندی کاهشی داشت با رشدی 6500 واحدی در طول یک هفته در روز پایانی هفته به 403264 واحد رسید. این هفته اعلام شد پرونده 30 شرکت در حال بررسی در هیئت پذیرش بورس که نشان از اقبال دوباره به این بازار و به ویژه سهام‌های کوچک است. امسال با توجه به اصلاح خوبی که بازار کرد و تجربه‌ای که سرمایه گذاران سال گذشته داشتن، یه خورده محتاط‌تر به قضیه نگاه کردن و منتظر ثبات شرایط و برطرف شدن شرایط اطمینان بودن که این اتفاقات میتونیم بگیم به نوعی یکیش بحث‌های انتخابات داخل ایران بود، بحث‌های سیاست خارجی بود که تقریباً میشه گفت به ثباتی رسیدن که برای تصمیم گیری آینده شد. قیمت اکثر ارزهای خارجی در طول این هفته در مجموع کمی نزولی بود. دلار در طول هفته 300 تومان افت کرد و حدود 25700 تومان فروخته شد. هر یورو هم 30600 تومان به فروش رسید. اما در بازار سکه و طلا هم این هفته شاهد کاهش قیمت ها بودیم. این هفته هر سکه طلای بهار آزادی 11,200,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار 1,092,000 تومان فروخته شد. در بازارهای داخلی با توجه به نبود تقاضا و کاهش قیمت ارز شاهد کاهش قیمت ها بودیم که در مجموع هر مثقال طلای 17 عیار 46,000 تومان کاهش قیمت داشتیم، هر گرم طلای 18 عیار 10,000 تومان کاهش قیمت داشتیم، سکه 150,000 تومان کاهش قیمت، نیم سکه 100,000 تومان کاهش قیمت، ربع سکه 70,000 تومان کاهش قیمت و سکه گرمی 50,000 تومان کاهش قیمت داشتیم. مهدی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.